عرض سلام و تقدیم ارادت مجدد خدمت شما بینندگان ارجمند به بخش دوم برنامه های زنده و مستقیم شبکه پیوند میپردازیم. به نام خدا و با تجدید ارادت حضور شما عزیزان، در برنامه قبلی در ارتباط با موضوع وجود جواز نکاح بین اهل کتاب سخن گفته شد و اینکه اگر قرآن در این کار برای دادن جواز اشاره به مردان می کند، دلیل بر این نمی شود که زنها مشمول قانون نیستند و دلایل کافی در این زمینه اظهار شد، ولی اشاره به آیات قرآن رو که 23 آیه قرآن در این زمینه، در واقع 17 آیه قرآن هست که 23 بار در این 17 آیه از این واژه استفاده شده و احکامش رو با هم مرور میکنیم روز یک شنبه که برنامه زنده خواهیم داشت مجددن و با هم ببینیم که به کجا میرسیم. در فیسبوکی که به صورت زنده برنامه رو ملاحظه میکنید، از افراد محترم جنابان علیمی و پهلوان و جناب ابتهی و همینطور جناب نبی پور سپاسگزارم برای مکاتباتشون از استاد ابتهی دریافت پیام تبریک عید فطر رو داریم که فرارسیدن عید سعید فطر بر آن استاد ارجمند و همکاران گرامیتان و همه دوستان عزیزی که عاشق و طالب قرآن مجید هستند فرخنده و مبارک بود. ان شاء الله این عید بر شما و همسالکم هم مبارک باشه. آقای نبی پور، خدایا به ما توفیق ده تا از کسانی باشیم که حاصل دسترنج یک ماه خود را در رمضان از این به بعد حفظ کنیم. عید بر همگی شما عزیزان مبارک بود. عید به شما هم انشاءالله این عید مبارک بود. بعد از این سخنان بسیار دلچسب و امیدبخش، توضیح کوتاهی درباره فطر دارم که تقدیم میکنم. این روز برای بعضی ها میتواند که روز عید باشد، برای بعضی ها هم نباید که روز عید باشد. عید به معنای بازگشت به موعود است و به طور کلی عید از ریشه وعده دادن و بازگشتن و عودت یافتن و به جای نخست برگشتن یا به چیزی که به حالتی که به شرایطی که یک امر متغیر و موتن و در واقع سرشت خودش باز میگرد، مثل معاد که بازگشت به چیزی است که وعده داده شده، یا عید بازگشت به چیزی است که هم به اون وعده داده شده و هم اینکه در یک دوره مکرر قرار داره که به صورت یک وعده منظم دوره‌ای در یک مدار و شرایط خاصی تکرار میشه، مثل عید فطر که هر سال قمری تکرار میشه، یا مثل عید نوروز که هر سال شمسی تکرار میشه. هم وعده تکرار داره، هم وعده
وصال در واقع، هم به اون میرسیم هم تکرار میشه. این ایامی که ما درش هستیم مصادف هست با ایام عید فطر. نمیدانم که عید است یا نیست، نمیدانم که مبارک است یا نیست. فطر به معنای ذات و درون و هویت اصلی و همینطور خلقت و همینطور طبیعت و همینطور خصوصیات طبیعی و فطری چیزها در حالت سکون و در حالت تحرک است، هم در حالت مشخصات جسمی و مشخصات ذاتی و صفات حرکات یک عامل یا یک اندیشه رو، همه اینها رو مجموعاً فطر میگویند، فطر. افطار به مفهوم رسیدن به فطرت ناشی از عبادت روزه در زمانی است که روزه گشوده میشه، یعنی وقتی که ما افطار میکنیم، این افطار ما باید نشان بده که این روز که به عبادت اختصاص پیدا کرده، نه به غذا نخوردن، به عبادت اختصاص پیدا کرده، چه حاصلی تحصیل شده ازش، به کجا رسیده. امروز از موقع سحر که مشغول این عبادت شدیم تا افطار که این روزه رو گشودیم و باز کردیم، چه بر ما گذشته، چه عبادتی کردیم. این سؤالی است که در یک مرحله از روز که مغرب می شود و به نام افطار می شود، ما همه توجهمون از افطار به این است که کی خوراک آزاد می شود. خب اگر اسم این عمل خوردن خوراک بود، افطار یک لغت بسیار بسیار بی‌معنی بود که به خوراک خوردن افطار گفته بشود. اگر چنین بود می گفتن که اکل بکنید، بخورید، همین تمام می شود. افطار یعنی چه؟ افطار در دل خودش خوردن هم معنی میده، گشودن روزه برای ادامه روزه، ولی آدم ها میمیرن دیگه نیستن که اصلا روزه بگیرن یا نگیرن. ضمن کارهایی که گفته، یکیش هم اینه که میگه وقتی آفتاب مغرب کرد میتونید که دیگه خوراک اگه نمیخوردید حالا بخورید بعد از این. ولی آیا همه روزه و عبادت و این همه داستانی که در موردش گفته شده فقط برای خوراک خوردن و خوراک نخوردنه؟ یعنی ما در اثر نهار خوردن به تقوا میرسیم، چون خدا میگوید مقصود من از روزه مشقت که نیست، تنبیه هم که نیست، تربیت شماست. برای چی؟ برای رسیدن به تقوا. دیگه این آیه های قرآن دیگه. روزه عبارت است از چیزی که سختی نداشته باشه. اگه سختی داشته باشه باز هم روزه بگیرید، با خدا دارید محاربه میکنید. اون فسقه، اون بدکاریه، اون طغیانه، اون اسیان علیه خداست. یعنی خدایا تو گفتی که من روزه نباید مشقت ببینم، من فکر کردم مشقت لازمه باید ببینم، بی خود گفتی که مشقت لازم نیست، من فکر میکنم لازم است. من مشقت میکشم، روزه هم میگیرم، 22 ساعت هم روزه میگیرم. و خدا میگوید که تو اگر مشقت نمیکشی، ممکنه که نروت از کار افتاده، ممکنه که یک مرض دیگری پیدا کردی، برو به حکیم، به پزشک مراجعه بکن، خودتو معالجه بکن. تو باید احساس مشقت بکنی و تو مشقت میکشی ولی حس نمیکنی. خیلی آدم ها بودن که زمانهای من یادم چند سال پیش که LSD تازه مد شده بود، میکشیدن این افراد مختلف و خیلی کشتار زیاد میداد. میامدن از پنجرهای طبقه های خیلی بالا، ساختمان های رفیع، بیرون نگاه میکردن، زمین و آسمون رو جابجا میدیدن در اثر این مواد شیمیایی که مصرف میکردن. بالا رو پایین میدیدن، پایین رو بالا میدیدن و خودشون هم حالت پرواز پیدا میکردن، بال پیدا میکردن. وقت از پنجره میرفتن و به طرف آسمان میخواستن که پرواز بکنن، آسمان رو پایین میدیدن، به طرف پایین شیرجه میرفتن و نابود میشدن و هیچ وحشت و ترس و اینهایی هم نداشتن.
پس اینا باید گفت چی؟ باید گفتش که سقوط روی زمین و کشته شدن یک عملی است که بی‌درد و بی‌مشقت است. چرا؟ چون شخص از حال عادی خارج است، وارد خلسه شده و چیزی درک نمی‌کند، بی‌حس شده. اگر شما 22 ساعت روزه می‌گیرید و چیزی حس نمی‌کنید، به خلسه مبتلا شدید، به یک حالتی مبتلا شدید که احتیاج به درمان دارید. شما به پزشک مراجعه بکنید. اگر هم احساس مشقت می‌کنید و باز هم روزه نمی‌گیرید، خب متوجه باشید که چه می‌کنید دیگه. خدا به شما گفته من نمیخواهم که شما مشقت بکشید. مردم، خدا در قرآن میگوید روزه مشقت نیست، روزه تنبیه نیست. اگر هم بوده مال زمانهای گذشته بوده. الان به تو میگویم که روزه تنبیه نیست، روزه مجازات نیست، روزه مشقت نیست. رها کن. آخه ما رها نمی کنیم. اختیار دارید. خدا یه فرمایشات چیه؟ من انقدر مشقت میکشم در راه بزرگی شما، هیچ حرفت رو گوش نمیدم خدایا، ولی مشقت میکشم، خدازاری میکنم. چرا این کارا رو میکنی؟ ثواب داره، خدا خوشش میاد. چرا خدا خوشش میاد؟ برای اینکه خدا سادیسم داره دیگه. خدا بیمار روانی خوشش میاد از اینکه بنده مشقت بکشه. چرا؟ برای اینکه من لذت میبرم دیگران رو مشقت بدم، من لذت میبرم دیگران رو شکنجه بدم، من لذت میبرم هر کجا که سنگسار اعدام، کشتن، بریدن، شلاق زدن، تخمه و پسته و بادام بخرم برم تماشا بکنم. من خدا رو هم با خودم مقایسه میکنم، چون خودم سادیسم دارم دیگه، همین بیماری رو دارم که این کارها رو بکنم. میگم خداییم که منو آفریده، لابد اونم سادیسم داره دیگه. حالا تعارف کرده، گفته نمیخوام مشقت بکشی، ولی خب رو دربایستی کرده. من خودم میفهمم که برای این خدای جون عزیزم باید مشقت بکشم. چرا؟ چون اون مریض روانی که نام خدا روش گذاشتم، اون راضی میشه. هر چقدر من بیشتر صدمه ببینم، بیشتر مشقت ببینم، به حال مرگ بیفتم، به حال شکنجه بیفتم، اون خدا خوشحالتر میشه. برای اینکه اون خدا عاشق مشقته، عاشق درد بنده خودشه، عاشق این است که ما یکی جایی یه زنی رو پیدا بکنیم، به یک بهانه سنگسار کنیم، خدا همونجا حاضر میشه، تماشا میکنه. لذت عجیبی میبره این خدایی که در ذهن ماست. ما وقتی روزه با مشقت میگیریم، ما پرستنده اون خدا هستیم. توجه میکنید؟ برای اون خدا ما روزه میگیریم، رضایت اون خدا رو میخوایم جلب بکنیم. اسم اون خدا شیطان است. خدای رحمان و خدای رحیم نیست. خدای رحمان و خدای رحیم به من و تو میگوید که در روزه مشقت نباید وجود داشته باشد. روزه یک عبادت است و عبادتی است که با مشقت توأم و همراه نیست. هر وقت احساس مشقت کردی، به شرطی که احساس داشته باشی، بفهم که روزه تو باطل شده. ممکن است که تو سحر با نیت روزه گرفتن روزه بگیری. بیشتر ما هم همین کار رو میکنیم. حتی کسانی که مثل من نمیتوانند که روزه کامل بگیرند، ولی دوست دارند در تشریفات روزه مشارکت بکنند. سحر بلندشن با بقیه اعضای خانوادهشون که روزه میگیرند، همراهی کنند، چایی بخورند، حرفی بزنند، سخنی بگویند، عبادتی بکنند. روزه رو بر خودشون واجب بدانند، نه فعل فیزیکی روزه رو. عباداتی که ناشی از روزه داری می شود، هوشیاری که ناشی از روزه داری می شود، وظائفی که به عهده روزه دار گذاشته می شود. مثلا اگر کسی نمی تواند که بدون آب زندگی کند، حالا بیماری داری که ساعت به ساعت باید یک مقداری آب بخوره، خونش غلیظ میشه میمیره، بقیه شرایط روزه رو رعایت بکند، فطریه هست باید رعایت بکند، علاوه بر اونچه که قرآن گفته که کفاره باید بدهد و روزی به جای این روز بگیرد و ندارد خرج فقیر کند چه کند، همه اینها رو میدانیم. اما غیر از اونها نگاه میکند، میگوید من روزه دار هستم، من مشغول عبادت هستم. شما یک وقتی نماز میخوانید، بلند میشید میایستید، نماز میخوانید و رکوع میکنید و سجود میکنید و
عرض کنم حضورتونی در حالت قیام و قعود می نشینید و اعتدال می کنید و قنوت می کنید و چه می کنید و چه همین کارهایی که مرسومه. یک وقتی ممکنه یک کسی یک پا نداشته باشه، اون رو چی می ایسته؟ ممکنه دو پا نداشته باشه، اون کجا می ایسته؟ اون چطور اقامه می کنه به نماز؟ اگر معنی ایستادن جسمانی انسان باشه. ولی به او هم قرآن گفته اقیم الصلاة، اقامه کن، برپا کن و مقیم باش در صلات. اقامه منظور اقامت جسمانی است با پاهای بریده. از کسانی که پا ندارند نماز نباید بخوانند. چرا؟ برای اینکه در قرآن دستوری داده که عملی نیست. ما هنوز هم مقاومت میکنیم و ترجمه اون دستور اشتباه رو در ذهنمون درست نمیکنیم، درست ترجمه کنیم. برپا دار، برپا دار صلات رو و مقیم باش، اقامت کن در صلات. نه خیر، اینا اشتباه گفتید. اقیمو یعنی بلند شو بایست. پا ندارم، به جهنم که نداری. لابد پنا نبوده نماز بخونی که پا نداشتی. از اینجور منطق ها. روزه عبارت است از یک عبادت، عبودیت، فرمان برداری، انجام امر، اطاعت کردن از یک فرمان. یکی از مشخصات این عبادت، یکی از ابزار این عبادت، وسائل این عبادت، نه اهداف این عبادت، این است که زور نهار نخوری. به همین سادگی. کارهای دیگه هم نکنی. آماده باشی برای اینکه عبادت کنی و فرصت داشته باشی که کارنامه خودت رو هم بررسی بکنی، در واقع نوعی تطهیر رو بکنی درون خودت رو و نوعی فکر بکنی، به فکر بری، اندیشه کنی که وظیفه تو در مقابل خدا چیه، وظیفه تو در مقابل مردم چیه، نسبت به خدا چه باید بکنی، نسبت به جامعه چه باید بکنی، نسبت به خالق چه باید بکنی، نسبت به مخلوق چه باید بکنی. آگاهی پیدا بکنی، به دردهای جامعه آشنا بشی، به امکانات خودت آشنا بشی، به بدهی خودت پی ببری، به طلب جامعه پی ببری. خود قرآن خیلی خلاصه میگوید هدف از روزداری رسیدن به تقواست. تقوا هم تا به حال به اندازه کافی توضیح دادیم که چیه. اصلا روزه برای عبادتی است که این عبادت شما رو به تقوا میرسون. تمام شد. حالا اگر قدرت روزه گرفتن رو نداری، یعنی قدرت ترک قضا نداری، خوراک، نه اینه که روزه اصلا بر شما واجب نباشه، همه عبادات روزه بر شما واجبه، منهای خوراک خوردن. شما هم می توانید که با خوراک خوردن و در واقع نوع جریمه کمی یا جایگزین کمی، کمک کردن به دیگران برای غذا نخوردن خودتون یا خوردنش، ولی از این مشخصه کوچک که عبور بکنیم، پشت سر این یک دریای بزرگی از معانی نهفته است که شما در این روز اگر ظهر نتوانید که ترک غذا کنید، آیا شما در پایان این ماه به تقوا نمیرسید؟ مثلا یک کسی زخم معده داره، هر دو ساعت به دو ساعت باید این مقدار کمی غذا بخوره. یک کسی خونش غلیظ میشه، بیماری قند داره، بیماری دیابت داره، و اگر خونش غلیظ بشه
نرو و همه سیستمش از کار میفته، اصلا سکته میکنه میمیره. این حتما به تقوا نمیرسه دیگه. چرا؟ چون نمیتواند که 12 ساعت یا 22 ساعت اگه در نروژ باشه آب نخوره، غذا نخوره. اما قرآن میگوید که این عبادت مال کسانی است که درست این عبادت رو اگر انجام بدن، در پایان این ماه یا در پایان هر روز، پایان هر عبادت به تقوا میرسند، متقی میشوند. یعنی طراحی این عبادت در طراحخانه خدا، در کارخانه طراحی خدا، این عبادت طراحی شده که آدم وقتی که از میان این راه عبور میکنه به این عبادت و اطاعت میرسه، چه خوراک بخوره چه خوراک نخوره. اگه مجبور خوراک بخوره، یک وعده خوراک بده به دیگری، اون خوراک دیگری به حساب روزه این گذاشته میشه. پس شما اگر که امروز روز دوم ماه مبارک رمضان فرض کنید، صبح شما از خواب بلند میشید میبینید حال بدی دارید، قطعا نمیتونید امروز روزه بگید، معذالک به امید شفا سحری میخورید و روزه خودتون رو آغاز میکنید. ساعت 8 و 9 میشه، حالتون جوری میشه که مجبور میشید آب بخورید، دوا بخورید، غذا بخورید، ظاهرا روزه شما باطل شده. اما اگر نیت شما بر این باشد که من همین یک وعده غذایی رو که امروز باید بدم یا 3 وعده غذایی که باید امروز بدم همین الان آزاد میکنم، یا نیت کردم که آزاد بکنم، یعنی به جای این روزه‌ای که ظاهرا باطل شده روزه دیگری رو معتبر میکنید، یعنی امر خدا رو اطاعت کردید، خدا میگه من امروز رو از شما به عنوان روزه‌داری پذیرفتم، میگه خدا آب خوردم، قرص آسپرین خوردم، غذا هم یه کمی خوردم که از حال نرم، هنوز هم تو میگی من روزه هستم، خدا میگه روزه هستی، شکم یک نفر رو سیر کردی، 3 وعده میگم بله این کاری کردم، میگه خیلی خوب روزه ادامه بده، از همه مشخصات روزه برخورداری، به پای تو نوشتم که این آقا در روز دوم ماه رمضان روزه گرفت، اگر اون خیرات رو نکنی میگم روزه نگرفتی، اگر اون خیرات رو بکنی میگم روزه گرفتی، به شرط اینکه نتوانی روزه بگیری اون خیرات رو باید بکنی، اما نه توانستی روزه بگیری ولی لجبازی میکنی نمیگیری، روشنفکر شدی روزه نمیگیری، اون وقت یک جرائمی هم هست که اون جرائم خیلی زیادتر از یک روز برای یک روزه. منظور این است که شما با خوردن غذا و خوردن آب در صورتی که اسیان نکنید، طغیان نکنید و نیت اطاعت داشته باشید، اطاعت شما پذیرفته است، عبادت شما پذیرفته است، به شما گفته می شما روزه هستید. اگه روزه بودید چه میکردید؟ میگید این کارها رو میکردم، میگوید برو بکن این کارها رو، به پاد نوشتم که روزه داری. حالا یا روزه دار یا روزه ندار، اسیانگر رو عرض نمی کنم، اون حسابش حساب دیگریست، لجبازی میکنه، مخالفت میکنه، عناد میکنه، هر کاری میکنه، کسی که تابع خداست، عابده، مشغول عبادت کردنه، مریض، امکان نداره براش، ولی رها نمیکنه عبادت رو، همین پرداخت هزینه روزگیری به شخص دیگر خود این یعنی که عبادته. چرا؟ برای اینکه اطاعت امر خدا رو میکنه، عبادت داره میکنه دیگه، پس روزدار محسوب میشه. اون وقت در پایان روز موقع افطار که باز میکنه فاطر میشه، مثل خدا که فاطر سماوات و الارض، یعنی در واقع خدا سازنده و خالق و درونگشا، خالق درونگشاست، هم خلق میکنه هم درونگشایی میکنه، هم ذات میبخشه هم فطرت میبخشه، کاراکترایز میکنه اون چیزی رو که میآفرینه، فطرت بهش میده. شما هم وقتی افطار میکنید به این دوران عبادت چند ساعته خودتون فطرت میبخشید، هویت میبخشید، مشخصه میبخشید، براش یک جبلیتی ایجاد میکنید، یک خصوصیتی ایجاد میکنید. از خودتون میپرسید که
من این 12 ساعت گذشته که مشغول عبادت خاص صیام بودم چه کردم؟ هیچ، یک کمی خوابیدم، بعد بیدار شدم، بعد 2 مرتبه خوابیدم. بعد من نگاه میکنم که در هر روز، این 30 روز فرض کنید که روز داری هست، من هر روز قبلا 100 دلار تولید میکردم و از این 100 دلار 20 دلارش رو یا مالیات میدادم یا به یتیم میدادم، بالاخره یه کمکی میکردم. از وقتی که شروع به این عبادت کردم، برای اینکه روزه خیلی سخته، تمام مدت در منزل خوابیدم و خورخور میکنم و قرص صبحم با سحریم، این که عرض میکنم اینا تئاتر نیستن، اینها اتفاق میفته. و بود کسی که در همین ماه رمضان میگو من سحر که سحریم رو میخورم چند تام قرص خواب میخورم که تا غروب من خوابم. گفتم آفرین بر تو، تمام ثوابش رو هم در خواب میبری تو. اصلا مقصود از روزه و عبادت همین است که مردم دنیا، اگه همه مردم دنیا مسلمان محمدی بشن، یک ماه در سال این کره زمین از فعالیت باید بیسته، از همین قرصهای خواب آوری که شما میخورید بقیه هم بخورن. و ماه رمضان یعنی ماه خواب، ماه خفتن، ماه از حال رفتن. و ببینید چقدر حکمت در این کار هست که اقتصاد دنیا به میزان 1/12 فلج بشه، میزان اقتصاد ایران 1/12، افغانستان 1/12 از این اقتصاد ضعیف و بیماری که دارن، 1/12 هم یعنی حدوداً یک چیزی مثل 10% از تولید اقتصادی یک مملکتی از بین بره. الان شما به افغانستان مراجعه کنید، این طرف هایی که ما در اونجا داریم، یعنی تمام مردم، تمام کسانی که ما باشون کار میکنیم، همه اینها در ماه رمضان خوابیدن، هیچ کس از خانهش بیرون نمیاد. حالا روزها طولانی هم هست، هوا هم ناجوره، به هر حال این شرایطیست که حاکمه. عبادت ماه رمضان و رسیدن به افطار این است که انسان ببینه، متوجه بشه که در این روز، در این 10 ساعت، در این 12 ساعت چه چیزی خلق کرده و مشخصات اون چیزی رو که خلق کرده چیست. ما هر کداممون در افطار باید فاطر بشویم که بتوانیم افطار کنیم. فقط افطار به این نیست که خورشید پایین بیاد، افطار در این است که تو کی به خورشید میرسی. افطار در این نیست که خورشید کی افول میکنه، کی نزول میکنه. افطار در این است که تو کی به خورشید صعود میکنی. کارنامه خودت رو در غروب که آفتاب از به مغرب میره، به پایین میره، کارنامه خودت رو در اون روز مقایسه بکن. چی یاد گرفتی؟ حالا امکان انجام داری یا نداری؟ به چه اعتقادات دیگری رسیدی؟ آیا هنوز هم به همین اعتقاد رسیدی که ماه رمضان عبارت از ماهی است که در این ماه انسان ظهرها نهار نمی‌خورد، با کسی هم رابطه جنسی بین سحر و افطار برقرار نمی‌کند؟ تمام شد دیگه، همین است روزه، یعنی همین دیگه. به محض اینکه افطار کردی شروع کن، انقدر غذا بخور که افطارت به سحرت وصل بشه. هر چند تا هم زنداری اینها رو قطار بکن، یکی 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 چند مرتبه با اینها هم خوابیدی کن تا حتما روزت با قبول میشه دیگه. روزه یعنی همین دیگه نیست؟ اما اگر ما به معنای واقعی ما متقی میشیم از این طریق یا نمیشیم، چون قرآن خطکش به ما داده، متر به ما داده، میزان به ما داده، فرقان به ما داده که اندازه بگیر عمل خودت رو در امروز، به تقوا رسیدی یا نرسیدی، ایمان به غیب داری، در حال نماز دائم هستی و بالاتر از همه انفاق میکنی، مما رزقناهم، از اون چی که رزق شما کردم، خدا میگه که از اون هم رزقی به کسی انجام میدهی، از این رزق سهمی به کسی میدهی، از اون چی که به تو دادم که مصرف میکنی
به دیگران هم اجازه مصرف میدهی؟ به کسانی که به اندازه تو رزق ندارند یا رزق اونها رو هم میدزدی؟ هر کسی بایستی که در زمان افطار فاطر اون روز بشود و هر کسی در پایان ماه رمضان بایستی که فاطر هر 30 روز 29 روز 28 روزی باشه که روزه دار بوده و هر روزش رو در ذهنش مجسم بکنه، کارنامه آخر این دوره آموزشی باید نشان بده که من در این روزها این فکر رو کردم و در این روزها این اعمال رو انجام دادم، این نیات رو و این اعمال رو در این روزها داشتم، این مطالعات رو کردم، من از گرسنگی کشیدن به گرسنگی خلق پی بردم و فکر کردم عامل گرسنه بودن چیست و زیانهای گرسنه بودن چیست، عامل گرسنه شدن و گرسنه کردن چیست. عامل گرسنه شدن بی‌غذایی است، عامل گرسنه کردن جلوگیری از تغذیه مردمه، یعنی غذای دیگران رو دزدیدن. چون ما یا باید قبول بکنیم که خدا عادل و قادر و درستگو و صادقه، یا باید بگیم همه اینها دروغه. اگر خدا قادر قدیره و اگر خدا صادق صدیقه و اگر خدا سامع سمیعه و اگر خدا باصر بصیره، اگر همه این مشخصاتی که در قرآن میگوید هست و اگر میگوید که من به عهدی که بستم وفا میکنم، خدا میگه من هر کسی رو که خلق میکنم روزیش رو میدم، این تعهد هست یا نیست؟ تعهد هست یا نیست؟ آیا این تعهد در قرآن شده یا نشده؟ که خدا مسئول روزی بشر هست یا نیست؟ یا این بشر رو همینطور خلق کرده که از گرسنگی و قحطی بمیره؟ این سیستم و این نظام زن و مرد رو که درست کرده نطفه به وجود بیاد، رشد کنه، چنین بشه، چنان بشه، آدم به دنیا بیاد، که چی بشه؟ که هیچی گرسنگی بکشه تا دو مرتبه بره زیر خاک. چرا اصلا از زیر خاک درش میاری اینو؟ با این همه تشریفات و تکنولوژی الهی، تکنولوژی الهی که خاک رو تبدیل به آدم میکنی، خدا این کاری کردی که چه کنی؟ خاک رو تبدیل به انسان کردی که چه کنی؟ هیچی، دو مرتبه تبدیلش کنم به خاک بدون چی؟ از گرسنگی. برای اینکه روزی بهش ندادم، برای اینکه بهش نفقه ندادم، برای اینکه بهش رزق ندادم. خدایا اسم خودت رو عادل میذاری، بالاتر از اون عادل ول کن. خدایا بین من و تو عاقلی واقعا که این کار رو انجام میدی؟ میدونید همه این سوالات وقتی پیش میاد که ما به یک سوال دیگر قادر نباشیم که پاسخ بدهیم. چه کسی یتیم ساخته؟ چه کسی یتیم ساخته؟ خدا یتیم ساخته؟ خدا یتیم خلق کرده؟ یا من و تو از نیروی اراده و اختیار و توان و امکان و استعداد خودمون استفاده کردیم و یک روزیدار رو در دنیا بیروزی کردیم؟ ما انسان ها، ما به جای اینکه رازق رزق باشیم، قاطع رزق هستیم و هستیم. اگر کسی فکر بکنه در همین ماه رمضان، در همین بین فاصله سحری و افطار فکر بکنه که الان ظهر شده، همیشه میرفتم ظهر دو تا بشقاب بزرگ چلو کباب میخوردم، بعدم حالت خماری بهم دست میداد، دیوانوار یک طرفی آب لم میدادم تا ببینم این انرژی کی از من خارج میشه یا منو میکشه راحت بشم، الان اون چلو کباب حاضر نیست، باید تحمل بکنم. همین فرصتی که چلو کباب میخوردم قبلا، یک ساعت دو ساعت طول میکشید، همین رو بشینم فکر بکنم که ریشه گرسنگی در کجاست. چند نفر از شما ها، یه تعداد شما بیننده ها هم کم نیستید، چند نفر از شما مردم چند نفر از شما، به خودتون جواب بدید، به کسی لازم نیست جواب بدید، چند نفر از شما در ماه رمضانی که امروز آخرین روزشه یا فردا آخرین روزشه، اینم همیشه ما باید جنگ داشته باشیم و داریم،
این ماه آخری ماه رمضان چند نفر از شما راجع به ریشه گرسنگی فکر کردید؟ چند نفر از شما فکر کردید که این مردم رو کی گرسنه کرده؟ گرسنگی ماه رمضان رو عرضه میکنم و قحطی رو عرض میکنم. این 4 میلیارد نفری که 50% جمعیتی است که خدا روی زمین الان زنده نگه داشته و اینها گرسنه هستن در درجات مختلف تا برسن به جایی که تبدیل به نبات میشن، تبدیل به گیاه میشن. و گاهی از اوقات هم عکسها شما نشون میدادیم که حالا گفتن ما اینقدر مریض شدیم به این عکسها نگاه کردیم، نشون نمیدیم. حالا دیگه کی اینها رو به این روز در آورده؟ فکر کردید؟ هیچ. خدا یا غیر خدا؟ سوال خیلی ساده است و قاطع. این مردم دنیا رو که به فقر و بدبختی و گرسنگی و دربدری و بیمکانی سرگردانی در راه اسیر ماندن، ابن سبیل شدن، مسکین شدن، یتیم بی پناه و بی سرپرست و درمانده شدن، عاجز شدن، از گرسنگی و تشنگی تن به فحشا دادن، اقدام به خود فروشی کردن، شما ببینید. امروز من چند وقت پیش، 2 ماه یا 3 ماه پیش در یکی از همین خبرها، چند خبر نه یک خبر، می‌خواندم که تعدادی از جوانهای افغانی، شما می‌دانید مردم افغانستان خیلی تعصب دینی زیادی دارند و آدم‌هایی که جوان 25 ساله از این مسائل معمولاً خیلی دوره. یک جوان 25 ساله نه، صدها جوان 24 ساله و 20 ساله و 25 ساله در یونان تن فروشی میکنن. یعنی فشار فقر به اونجا رسیده که همه هویت، همه غیرت، همه تعصب، همه بدنامی، همه اینها رو زیر پا گذاشته. ببینید درد تا کجاست. حالا یک سوال مطرحه برای شما روزه دارم. هیچ کسی بوده از بین شما که راجع به کانسپت و کاز، کانسپت اند کاز، موضوع گرسنگی و علت گرسنگی مطالعه کرده باشه؟ علت بی غذایی، علت بی خوراکی، به این موضوع چقدر فکر کردید که کی مقصره؟ کی مقصره؟ آیا اگر بخواهیم در یک دادگاهی جنایتکار این جنایت رو محاکمه بکنیم، این جنایتکار خداست، خالق یا مخلوق؟ این سوال اساسی و کلی است که انسان فکر بکنه که فقط گرسنگی هم که نیست، که فقدان امکانات برای تحصیل، فقدان امکانات برای داشتن امنیت، فقدان امکانات برای مسافرت انجام دادن، فقدان امکانات به جای امن رفتن، فقدان امکانات برای اینکه حق حاکمیت فردی رو اعمال کردن، عدم امکانات برای تغذیه، برای سالم ماندن، برای بهداشت داشتن، برای امکان اشتغال داشتن، اینها همه فقر یک آدم رو نشان میده. فقر فقط این نیست که نان کم داره بخوره. فقر، گرسنگی رو حالا من در قالب فقر میگذارم، در قالب ناداری میگذارم. این فقر که با داشتن اون فقر انسان نمیتواند که متکامل بشود و هدف از خلقت بر نمی آید که انسان به کمال برسد. انسان با داشتن این فقرها، ناداریها، هیچ وقت به کمال نمی رسد. این یک جنایت است
که جلوی اشتغال، جلوی حق سفر، جلوی حق ازدواج، جلوی حق تولید، جلوی حق کرامت، جلوی حق داشتن خانواده و فرزند و داشتن امنیت و داشتن رابطه مودت و در نهایت رسیدن به صلح رو این فرد نداره. فقط نگاه نکنید که این خوراک نداره بخوره، خوراک بدترینشه. حالا خوراک که دادید خورد، بقیه حقوقش چی میشه؟ آیا در این ماه نسبت به فقر مردم، نسبت به فقر مردم هیچ فکر کردید که این فقر ناشی از اشکال در خلقت خداست که بلد نیست چطور بشر بیافرینه و بلد نیست که چطور این نظام آفرینش رو در تعادل حفظ بکنه؟ این اشتباهات بزرگی که میکنه، این همه آدم درست میکنه، عرضه و لیاقت نداره که اینها رو پرورش بده و تعهدات خودش رو نسبت به این آدم ها انجام بده. یک مش آدم بیمار و فقیر، فقیر به همون عواملی که عرض کردم، نه شغل داره، نه زن داره، نه بچه داره، نه زندگی داره، نه سواد داره، نه پول داره، نه امکانات داره، نه سرش رو میذاره شب بخوابه به امنیت، همه بهش تجاوز میکنن، اموالش رو میبرن، همین زندگی رو که داره. آیا خدا مقصودش از آفرینش بشر این بشر بوده که اینطور بشه؟ حالا یا خدا زورش نمیرسه که بیافرینه، انسان خوب بیافرینه، کامل بیافرینه، دنیا رو بهشت کنه؟ آیا خدا لیاقت این کار رو نداره یا سواد این کار رو نداره؟ از این سری سوال ها که در پایانش به این نتیجه میرسیم که خدا اون چرا که میکنه در عین کماله و در عین اون چیزی است که وعده کرده. اوفو به عهدی، روی شما از این واضح تر در قرآن چی میخواید؟ وفا میکنم به عهدم. مگر وفا، مگر عهد نکردی که این بشری رو که میآفرینی او رو تأمین کنی؟ در یک کلام تأمین کردی؟ این تأمینه؟ 50% از آدمایی که خلق کردی تأمین نیستند. یعنی خدایا تو دروغگوی 50% دروغگو هستی؟ 50% بی‌لیاقت هستی؟ 50% ظالم و ستمکار هستی؟ اگر این جامعه‌ای که امروز ما داریم نتیجه اراده توست خدایا، اما اگر فکر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که موضوع هدایت چیه، موضوع اختیار چیه، موضوع جبر چیه، موضوع اراده چیه، امکان چیه، استعداد چیه، علم کل اشیاء چیه، چرا اینها رو خدا به ما داده؟ و بعد در مقابل این امانت هایی که به ما داده، این امکاناتی که به ما داده، از ما چه تعهدی گرفته؟ ما هم به تعهدات خدا نگاه بکنیم، هم به تعهدات خودمون نگاه بکنیم، هم به تعهدات خدا نگاه بکنیم، هم به تعهدات خودمون نگاه بکنیم و به اوضاع جهان نگاه بکنیم و علتیابی کنیم. مردم، علتیابی کنیم، جستجوی علت کنیم، جستجوی علت کنیم مردم، که علت اینی که این فقر و این ناداری به وجود آمده بین دو متعهد، یکی خالق یکی مخلوق. ما در مقابل خدا ایستادیم و گفتیم یا کن عبدو، از تو عبادت، به تو عبادت میکنم و از تو اطاعت میکنم، حرف نداره، تمام شد، انحصارا. حالا میگه خیلی خوب، بیا حالا عبادتت تمام شد، اطاعتت شروع میشه، اطاعت کن ببینم. در اون چی که به ما فرمان داده که ما باید اطاعت بکنیم، اگر اطاعت بکنیم صلح جهانی برقرار میشه، امکانات برای همه فراهم میشه، امکان تحصیل، امکان ازدواج، امکان امنیت، امکان سفر، امکان کرامت، امکان تولید، امکان اتحاد، امکان ائتلاف و امکان رسیدن به صلح. همه اینها رو خدا گفته است که تو می توانی که برای بشر تأمین کنی
و اساساً من این بشر رو که آفریدم با همه این حقوق و امتیازات آفریدم، من هر بشری رو که آفریدم با حق تحصیل، با استعداد، با امکان، با علم کل اسماء، با توان و قدرت رسیدن به اوج مقام انسانیت تا مرحله تقرب به مؤمن، من آدم رو اینطور آفریدم، تمام ابزار و وسایل زندگی او رو هم آفریدم، رزق او رو هم آفریدم، من هیچ مسکین نمی آفرینم، من بیچاره نیافریدم، من در به در نیافریدم، من خانه به دوش نیافریدم، من ابن سبیل نیافریدم، من همه امکانها رو، همه انسانها رو عذر میخوام، من همه انسانها رو مستطیع و مستعد آفریدم. چه کسی اونها رو به این روز انداخت؟ خدا یا کسانی که دارای اراده هستند، دارای علم هستند، دارای اختیار هستند، دارای مسئولیت هستند؟ خدا به ما گفته که من تعهد میکنم که رزق بشر رو تأمین بکنم. آیا به این تعهد خودش خدا عمل کرده یا نکرده؟ اینکه ما 100 نفر خانه نداریم و تو 1 نفر 101 خانه داری، اینکه ما 100 نفر 1 خانه نداریم، تو 1 نفر 101 خانه داری، این نشان می‌دهد که این بی‌خانگی ما، این بی‌خانمانی ما، این درماندگی ما، این بدون مسکن بودن ما و در خیابان خوابیدن ما نتیجه خلقت فقر و مسکنت توسط خالق است یا توسط اراده تکاثر توست؟ آیا خدا من بی خانه آفریده یا خدا وسایل تأمین خانه رو به من داده و تو اون چرا که خانه من بوده از من دزدیدی از من، تو دزد، و من رو بی خانه کردی و خودت 101 خانه رو نگه داشتی، 1 خانه زندگی میکنی، 100 خانه رو هم خالی نگه داشتی که گران بشود، کمبود خانه ایجاد بشود، یکی یکی این خانه ها رو وارد بازار کن. اسم تو سندیکای بانکداری آمریکا، تو در مقام رئیس این بانک و اون بانک که همه شما هم یک قماش هستید، آیا شما باعث بی خانمانی مردم شدید؟ آیا مردم که در کوچه و بازار باید بخوابند، در پارک ها باید بخوابند، در کنار پیاده روها باید بخوابند، شما به این جنوب شرقی شهر لس آنجلس، عروس شهرهای دنیا، ما در اینجا زندگی میکنیم، به اینجا مراجعه بکنید، در خیابان، خیابانی که پیاده رو هم نهان، خود خیابان در همین شهر لس آنجلس، در شرقش یا جنوب شرقیش یا شرقش، منطقه بسیار بزرگی، مردم وسط خیابان چادر زدن زندگی میکنن. حالا در بعضی از خیابان‌های باریکه‌ای هم این وسط راه هست که دوچرخه‌ای و موتورسیکلتی چیزی رد بشه. آیا خدا اینها رو اینطور آفریده؟ در 3 سال پیش آمار دادن که 200 میلیارد دلار، 200 هزار میلیون دلار ارزش دراگ و مواد مخدری بوده که به صورت غیرقانونی داخل آمریکا شده، که این به بازارهای خیابان که رسیده حتما چند برابر میشه، این قیمت عمده فروشیش بود و مردم رو به این روزی در میآوردی که آورده، مردم رو تبدیل به گیاه میکنه، تبدیل به درخت میکنه. آیا این شرایطی که برای مردم دنیا به وجود آمده خدا به وجود آورده؟ الان قسمت دوم سوال رو مطرح نمی کنم.
پاسخ به این سوال می تواند که بخشی از عبادت روزداری ما باشد. موضوع گرسنگی فقط موضوع گرسنگی نیست، موضوع فقدان امکانه، موضوع درک فقر و ناداری است و تحمل مصائبی است که ناشی می شود از فقر و ناداری. یه کسی که تمام مدت فکر میکنه که چقدر باید تنقیه بکنه که شکمش خالی بشه که بتوانه بیشتر غذا بخوره، یا مثل سناتورهای سزار روم سابق که محل خوراک خوری این سناتورهای محترم پشتش اتاق استفراغ داشته، یعنی مثل ساختمانهایی که حالا پشت این ساختمان ها تعدادی مستراح هست برای کسانی که حالا سالن سخنرانی چیه میرن اونجا مستراح، به تعداد این مستراح های امروز استفراغ خانه های بسیار مدرنی داشتند در همون کنگره قانونسازی روم، که این سناتورها اینقدر غذا میخوردند در پیشگاه سلطان سزار که دیگه نمیتوانستن غذا بخورن. اون وقت میرفتن در اتاقهای جنبی، تعدادشون با استفراغ انگشت دادن و استفراغ کردن، تعدادشون هم با تنقیه کردن عمل کردن تخلیه میکردن، خودشون رو باز میگشتن، باز غذا میخوردن. آیا ما باید فکر بکنیم که این دنیا که به این روز هست، ما از محرومیت خوراک باید به محرومیت تحصیل برسیم، به محرومیت امنیت برسیم، به محرومیت امکان برسیم و بعد از خودمون سوال بکنیم که این خدای دروغگوست که آدمها رو اینطوری آفریده و به دروغ میگوید من روزی همه رو دادم و به دروغ میگوید که من به تعهد خودم عمل میکنم، آیا این خداست که فاسق است و تعهد کرده و به تعهد خودش عمل نمیکنه، یا ما فاسق هستیم؟ این سوال مبنای دین داشتن و یا خروج از دینه. اگر کسی نتواند به این سوال جواب بدهد، فاسق الان در فاعلیت قرار داره، یا مخلوق فاسق است یا خالق فاسق است، به کدام میرسیم ما؟ دین ما بر این اساس پایه‌گذاری می‌شود و ماه صیام و ماه روزه‌داری بر این مبنا استوار است که انسان در این ماه تعقل کند، اندیشه کند، علتیابی کند، تجزیه و تحلیل کند، تفکر کند. این بالاترین عبادت است که چه کسی مسئول شرایط امروزی جهان ماست. در هر دوره‌ای همین شرایط بوده. افطار عبارت است از زمانی که فاطر خالق فطرت و علت و ساختمان علی یک معلول به درجه فاطر میرسه، به درجه خالق میرسه. خالق خلق فهم و معرفت به علتهایی است که منجر به این معلولهایی میشود که جهان ما رو ساخته است. هر کسی با پایین آمدن خورشید وقتی سر سفره گشودن روزه می نشیند باید ببیند آیا به این مقام افطار رسیده است یا نرسیده است. کنترل روم، if you give us a few minutes break. ما چون یک اپراتور انگلیسی زبان داریم امروز مجبور هستیم که اینطور تذکر بدهیم. Go ahead please.